خب بذار ببینیم این کتاب چی هستن. اولش خوب شروع کرد ولی وسطش کشدار بود، بد نبود. در برنامه این هفته کلیک به تازه ترین روش تندخوانی میپردازیم و نشون میدیم که فناوری چطور میتونه به سریع خوندنمون کمک کنه. و سری میزنیم به شهر آستین در تگزاس آمریکا و به سراغ یکی از مشهورترین جشنواره‌ها میریم. جنوب از جنوب غربی یا ساوت بای ساوت وست امسال هم استارتاپ های زیادی رو به سوی خودش جلب کرده. و اما خوره های گیم هم جایی نرن، چرا که هم بازی هایی رو بررسی کردیم که اختصاصا برای دو کنسول ایکس باکس وان و PS4 ساخته شدن و هم به سراغ گیمی میریم که تماما به دست یک ارتش یک نفره ساخته شده. علاوه بر همین ها الگوی پرواز پرندگان رو که با استفاده از یک تکنیک ساده پیاده شده با هم خواهیم دید. اخبار فناوری و وبسایت های تازه بخش های دیگه برنامه امروز ما هستن. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. یک سوال، شما چقدر توی خوندن خوبید؟ دقیق‌تر بخوام بپرسم تا چه حدی میتونید یک متن رو سریع بخونید؟ بذارید یک آزمایش انجام میدیم. تا چند لحظه دیگه یک متن رو بهتون نشون میدم، شما با سرعت عادی خودتون شروع کنید به خوندن و ببینید که در 15 ثانیه چقدر میتونید پیش برید. آماده اید؟ شروع. اگه تا انتهای نوشته تونستید پیش برید، سرعت خوندنتون 324 واژه در دقیقه بوده یا به عبارتی کمی بیشتر از متوسط یک فرد بالغ انگلیسی زبان. شاید هم سرعتتون در حد تندخونترین آدمهای جهان بوده، یعنی 4700 کلمه، که راستش رقمیه که به طرز مسخری بالاست. خب اینجا یک سیستم جدید تندخوانی هست که میتونه بهتون کمک کنه با سرعت بیشتری بخونید. اسمش هست اسپریتز، اپلیکیشنی که با هدف تندتر خوندن روی دستگاه‌های مجهز به نمایشگرهای کوچیک‌تر طراحی شده. روش کارش به این صورتی که هر کلمه رو تک به تک نشون میده و در هر بار نمایش کلمه مهمترین بخش حرفی هر کلمه رو در یک نقطه ثابت روی صفحه نشون میده. بر اساس پژوهش‌های تیم اسپریتز، بیشتر وقت شما موقع خوندن یک نوشته صرف حرکت چشماتون از یک واژه به واژه بعدی میشه، در حالی که با این سیستم چشم‌های شما مطلقاً هیچ حرکتی ندارن. اگر به یه سرعت مناسب برسید، یعنی نه خیلی آروم و نه خیلی سریع، میزان درک مطلبتون از یک متن معمولاً بالاتر میره. بنابراین افراد موقع استفاده از اسپریتز در مقایسه با روش متعارف خوندن متن به سوالات بیشتری میتونن جواب بدن. خب شاید بهتر باشه که آزمایش کاملا غیر علمی انجام بدیم و برای این کار از یک آدم مشهور دعوت کنیم. ما دکتر کاترین براون، استاد زبان انگلیسی رو که ملکه خوندن لقب گرفته، در مقابل اسپنسر کلی از کلیک قرار دادیم که مجهز به اسپریتز بود و به جفتشون یک نوشته ثابت رو دادیم. در طول یک دقیقه باید هر دوشون اون متن رو میخوندن و بعدش به سه سوال درک مطلبی پاسخ میدادند. نتیجه آزمایش شد 2 امتیاز برای کاترین در مقابل 0.5 امتیاز برای اسپنسر. پس ظاهراً یک دانشگاهی با تجربه رو به این سادگی ها نمیشه مغلوب کرد. جشنواره ساوت بای ساوت وست که هر سال توی شهر آستین در تگزاس آمریکا برگزار میشه، تعداد پرشماری از فعالان حوزه فناوری، موسیقی و فیلم رو جذب خودش میکنه. در این حال محل بسیار مناسبی است برای معرفی استارتاپ ها. در گزارش بعدی با یکی از اونها همراه میشیم. گروه ساچین دوگال که یک کارآفرین بریتانیایی، سفر دور آمریکاشون رو تموم کردن و حالا دارن برای جشنواره ساوت بای ساوت وست آماده میشن. اونا مدتی بود بی سر و صدا روی یه اپ موبایل کار میکردن به نام شوتو که کاربرا باهاش میتونن عکساشون رو با دوستان و کسانی که همزمان در همون مکان قرار دارن به اشتراک بگذارن. حالا هم دیگه وقتشه پرده ها رو کنار بزنن و پروژه رو به همه نشون بدن.
South by Southwest جایی که خیلی از اسمای بزرگ میان تا نتیجه زحماتشون رو به نمایش بذارن. جایی که محصولتون یا نابود میشه یا موفق. از ابتدا هم قصدمون این بوده که محصولمون رو در این محل به مخاطبان بیشتری عرضه کنیم. South by Southwest همیشه توجه افرادی که به دنبال خلاقیت و تأثیر گذاشتن رو فرهنگ عموم هستن رو به خودش جلب میکنه تا برای شرکت در جشنواره‌ای که مشابهش کمتر پیدا میشه به قلب شهر آستین در تگزاس بیان. ساوت بای ساوت وست آدم ها را از حوزه‌های مختلف فناوری، مخترعان، طراحان و کارآفرینان گرد هم میاره. مرکزی برای برقراری ارتباط بین همه که بودن درش خیلی هیجان انگیزه. داخل محل برگزاری جشنواره یه برنامه پروپیمون برقراره. چیزی حدود 800 جلسه فقط تو 10 روز برگزار میشه. توی یه سالن بنیانگذار ویکیلیکس داره از راه دور از خطرات نظارت‌های دولتی بر شهروندان حرف میزنه. و اون طرفتر یه گروه از فرهنگ و هنر معاصر حرف میزنن و استفاده‌هایی که میشه از شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر در این زمینه کرد. اما این جشنواره در واقع بیرون محل برگزاریش بیشتر زنده است. در هر گوشه‌ای جماعتی دور هم جمع شدن و اغلب هم با حضور چشمگیر شرکت‌های بزرگ و حامیان مالی کله گنده. چیزی که بعضی ازش دل خوشی ندارن و عده‌ای هم اصلاً متوجهش نشدن. برای ما ارزش ساوت بای ساوت وست در امکانیه که برای برقراری ارتباط میده. ما را در مقابل کسایی میذاره که معمولاً شانسی برای دیدارشون نداریم. و شرکت‌های نوپا و ریزمیزه‌ای که پول کافی ندارن روش‌های بازاریابی چریکی رو در پیش می‌گیرن. شوتو 12000 دلار از بودجه‌شو خرج راه اندازی یه مهمونی اتوبوسی کرده تا مشتری جلب کنه. ما از مردم دعوت می‌کنیم بیان اینجا و به شرطی که اپ رو نصب کنن میتونن هر چی بخوان توی این اتوبوس بخورن و بنوشن. مشکل اینه که اوضاع خیلی خوب نیست. بالاخره بعد از کلی زحمت اتوبوس پر میشه و با چند تا نوشیدنی سر مهمونا گرم و بعضی ها هم واقعا به اپ علاقمند میشن. بعضی شرکت های دیگه راه حل های ارزون تری انتخاب کردن، مثل عرضه محصولشون تو لابی هتل. مشکل ساوت بای ساوت وست اینه که خیلی پر سر و صداست و شاید صدای بسیاری از کسایی که حسابی شلوغ میکنن رو بعد از اینجا دیگه هرگز نشنویم. و حالا پس از آمریکا اخبار فناوری از سراسر دنیا. فیسبوک با اعلام خرید آکولوس وی آر به قیمت 2 میلیارد دلار در صدر اخبار این هفته قرار گرفته. آکولوس وی آر استارتاپیه که تخصصش ساخت سربندها یا هدست‌های واقعیت مجازیه. اما ظاهراً همه از خرید تازه فیسبوک راضی نیستن. مارکوس پرسن خالق ماینکرافت یکی از 9000 نفری بودی که از سال 2012 برای ساخت این سربند پول اهدا کرده. بعد از علنی شدن این خرید، پرسون تولید نسخه ویژه واقعیت مجازی بازیش رو متوقف کرده. چون به گفته خودش، فیسبوک حالش رو بد میکنه. وزارت دادگستری آمریکا برای اولین بار حکم به محکومیت توزیع کنندگان غیر مجاز اپلیکیشن های موبایل داده. دو آمریکایی که در این پرونده قضایی به بیش از 1 میلیون دانلود غیر مجاز به ارزش 700 هزار دلار متهم شدن، اتهامشون رو پذیرفتن. گروه اپ باکت که گفته شده این دو عضوش بودن، تا زمان توقیف شدن در سال 2012 نسخه ای از اندروید مارکت پلیس رو شامل اپ‌های غیرقانونی عرضه می‌کردن. و اپل گفته می‌خواد به آیکون‌ها یا به قول معروف شکلک‌های اموجیش تنوع قومی بیشتری بده. اغلب چهره‌های انسانی که در اموجی‌های اپل وجود دارن سفید پوستن. فقط دو تاشون شبیه آسیایی‌ها هستن و هیچ چهره سیاه پوستی در بینشون نیست. این آیکون‌ها بر اساس یه فهرست استاندارد که کنسرسیوم یونیکود شامل تعدادی از شرکت‌های فناوری برش توافق کرده طراحی شدن تا این شکلک‌ها در همه دستگاه‌ها قابل دیدن باشن.
دو تا کنسول بازی جدید ایکس باکس وان و پی اس 4 در اواخر سال 2013 با کلی سر و صدا وارد بازار شدند. هرچند اون اوایل فروش خیلی خوبی هم داشتند، اما گیم هایی که بتونه از همه امکانات این دو تا کنسول استفاده بکنه و به کارشون بگیره هنوز به بازار عرضه نشده بود. اما وضعیت الان فرق کرده. عادل شایگان نگاه انداخته به گیم هایی که از همون اول اختصاصاً برای این دو تا کنسول تولید شدند. لطیف، دلنواز، شاعرانه. اینا توصیفاتی هستند که فقط گیمرها میتونن از تایتان فال داشته باشن. تایتان فال اختصاصا واسه ایکس باکس و پی سی ساخته شده. یه فرست پرسن شوتر چند نفره و آنلاین که در اون دو گروه در یک سیاره دیگه با هم در جنگن. کاراکتر شما در این گیم مجهز به جت پک و با استفاده از اون میشه از رو دیوارها پرید و هرچه سریعتر رفت سر وقت دشمن. و هر موقع که وقتش برسه از آسمون هم یک ربات نازل میشه که میشه داخلش رفت و با هدایت و شلیک سلاحاش محیط بازی رو شاعرانه تر هم کرد. البته این ربات‌های قولپیکر از نظر سرعت عمل به چابکی و فرزی نیروهای پیاده نیستند. در یک کلام، تایتان فال برای مایکروسافت در ژانر شوتر یک برگ برنده به حساب میاد و علاقه‌مندان این سبک رو راضی می‌کنه. البته مایکروسافت تنها پلتفرمی نیست که براش عناوین اختصاصی اومده. برای پلی‌استیشن 4 سونی هم یک گیم اختصاصی اومده که در اون بازیکن در نقش یک ابرقهرمان ظاهر میشه. بازی اینفیموس سکند سان. یه بازی ترد پرسن و اکشن که محل وقوعش هم در سیاتل آمریکاست. در شرایطی که نوعی حس بدبینی و وحشت نسبت به سوپر هیومن ها وجود داره. آدمایی که از قدرت های ماورای انسانی برخوردارن. و قهرمان گیم این قدرت رو داره که قابلیت های سوپر هیومن های دیگر رو تصاحب کنه. مثلا میتونه تبدیل به ابری از دود بشه یا نور چراغ های نئون رو به سمت دشمن پرتاب کنه. تو اکثر بازی های سوپر هیرویی یک قاعده کلی حاکمه که در اون ابرقهرمان داستان ما علاوه بر قدرت های ماورا انسانی که داره یک مسئولیت اخلاقی هم روی دوشش گذاشته شده. ظاهرا اون قاعده چیزیه که در مورد این گیم خیلی هم صدق نمیکنه. چون چگونگی پیشبرد اتفاقات داخل گیم و خط داستانی اون بستگی به مسیری داره که بازیکن انتخاب میکنه، خیر یا شر. در کل میشه گفت که در سکند سان ما حدی از گرافیک رو میبینیم که فقط با قدرت پردازش PS4 میتونه به تصویر در بیاد. به نظر خودم اگه قرار به اجرای این گیم روی PS3 باشه، باید بخش عمده ای از جزئیات و افکت ها حذف شه تا بتونه رو کنسول قدیمی تر سونی اجرا شه. اگر قرار بر انجام فعالیت های جاسوسی و عملیات مخفی باشه، به جرأت میشه گفت که یکی از اساتید شناخته شده و مسلم این ژانر کسی نیست جز هیدئو کوجیما، خالق بازی های معروف متال گیر. بازی متال گیر سالید گراوند زیروز در واقع سرآغاز کل داستان همه پنج سری قبلی متال گیر سالیده که قراره تا چند ماه بعد وارد بازار بشه. مطمئنم که شنیدن صدای تاثیرگذار کیفر سوترلند در نقش سنیک علاقه‌مندان این گیم رو در حد کافی هیجان زده می‌کنه. ماجرای گیم در دهه 1970 اتفاق می‌افته. داستان بازی در برگیرنده یک عملیات اصلی و پنج عملیات جنبیه که در کل 4 الی 5 ساعت پلی تایم رو در اختیار بازیکن می‌ذاره. گراوند زیروز یک برداشت کلاسیک از متال گیر و برای هدف عملیات که نجات تعدادی زندانی از یک مقر نظامیه، باید نهایت اصول مخفی کاری رو به کار گرفت. محیط بازی هم واقعاً بزرگ. تا حدی که جناب اسنیک مجبور بعضی وقتا برای طی مسیر سوار جیپ یا وسایل نقلیه دیگه بشه. و مثل همه سری‌های قبلی متال گیر در این گیم هم هر چقدر کمتر درگیر بشین و عملیات رو مخفیانه‌تر انجام بدین، معناش اینه که بازیکن بهتری هستید. در واقع شخصیت قهرمان این بازی ظاهراً مثل اینکه خیلی از درگیری و شلیک خوشش نمیاد. با این حال یه سری سلاح‌های ثابت مثل تیربار ضد هوایی تو بعضی نقاط بازی هست که اسنیک میتونه ازشون برای حل یک سری از معماها به شیوه کاملا دیپلماتیک استفاده کنه. منظورم رو که میگیرین؟ با اطمینان میتونم بگم که برای طرفداران آقای کوجیما
گراوند زیروز به شدت جذاب خواهد بود. گیمی که شاید برای منتظران سری پنجم متال گیر حکم یک پیش قضای همچین پروپیمون رو داره. عادل شایگان، بازیایی که الان دیدید از نظر بودجه و امکانات ساخت و تولید همرده فیلم‌های بزرگ هالیوودی هستند. بعضی از این گیم‌ها توی شرکت‌های تولید میشن که گروه تولیدشون فقط بیش از 100 نفر کارمند داره. اما نباید فراموش کنیم که صنعت بازی در اوایل کار خودش از برنامه‌نویسی و کدنویسی تک نفره شروع شد و بعد توسعه پیدا کرد. همین الانش هم خیلی هستند که شرکت‌های بزرگ رو ترک می‌کنن و برمیگردن به برنامه‌نویسی در اتاق خواب. مثل بازی Papers, Please. این بازی اخیراً کاندیدا یا نامزد ویدیو گیم بفتا شده بود و نویسندش دقیقاً یکی از شرکت‌های بزرگ رو ول کرد و برنامه‌نویسی رو در خونه آغاز کرد. اصولاً Papers, Please از نظر مفهومی به عقیده خودم چیزیه که به سختی میشه نظر موافق بقیه رو هم دربارش جلب کرد. فضای گیم در یک ایستگاه مرزیه و شما هم مأمور بازرسی مدارک هستین. مردم میان دم باجه کوچیک شما و پاسپورتشون یا مدارک مهاجرتیشون رو بهتون میدن. شما مدارک رو با چهره اون آدما و اطلاعات دیگه مطابقت میدین و اگه همه چیز درست باشه مجوز عبورشون رو صادر میکنین. به نظر واقعا لوس و احمقانه میاد، اما واسه خودم نفس برقراری ارتباط بین اطلاعات ناهمسان تفریح بامزه‌ایه. با توجه به وسواس خفیفی که دارم دوست دارم مطمئن شم که همه اطلاعات با هم مطابقت دارن و زمان و مکان مطلوب من هم سال 1984 و بوروکراسی در یک کشور کمونیستیه. من توی اتاق کوچیک واسه خودم کار میکنم. صبح بیدار میشم و کل روز کار میکنم. به همین خاطر انجام این پروژه که باید روی گرافیک و موزیک و صداش هم خودم کار کنم واسم راحت بود. اینطوری اگه از برنامه نویسی خسته شم میتونم با ساخت آهنگ به خودم استراحت بدم. راستش اگه توی تیم 150 نفره کار کنین، حتی اگر کارگردان گیم هم باشین، حتی اگر در رأس همه امور هم قرار بگیرین، روی همه چیز کنترل کامل ندارین. و حدسم اینه که خودم احتمالاً جنون کنترل دارم. به همین خاطر بود که سطح کار این پروژه رو اونقدر پایین آوردم که خودم بتونم از پس همه کاراش بر بیام. تا این لحظه که حدود 500,000 کپی ازش فروخته شده، رقمی که بالاتر از حد انتظارم بوده. منتقدای گیم این نظر رو دربارش دارن که کلاً بازی خوشایندی نیست، اما از نظر خودم اصل کار چک کردن مدارک چیز بامزه و باحالیه. مردم هم معتقدن که این گیمیه برای ایجاد حس همدردی و درک متقابل. من تلاش کردم که شما رو تو موقعیت‌های سخت قرار بدم تا درک بهتری از موضوعاتی که تو این جور مواقع پیش میان پیدا کنی. با اینکه هدف اصلیم نبوده، اما امیدوارم با این گیم مردم بتونن با دید متعادل‌تری مسائل مرتبط با امنیت و آزادی رو در چنین شرایطی از نظرشون بگذرونن. بزرگترین عدد اول شناخته شده بیش از 17 میلیون رقم داره. معناش اینه اگه بخوایم این عدد رو روی کاغذ با قلم تایمز نیرومن و اندازه 10 چاپ کنیم، مساحت اون کاغذ بیش از 24,000 متر مربع خواهد شد. عدد اول در علم ریاضی و به خصوص در مبحث رمزنگاری اهمیت ویژه‌ای دارند و اینطور که بیتا در وبنورد این هفته میگه، هنوز عدد اول زیادی هستند که کشف نشدند. بزرگترین عدد اولیه در اکتبر 2013 کشف شد که 17 میلیون رقمیه. قبل از اون بزرگترین عدد شناخته شده 12 میلیون رقمی بوده که سال 2008 کشف شده. درسته که اینا عددهای خیلی بزرگی هستن، ولی فاصله بین خود این عددها هم خیلی بزرگه. و پروژه علمی شهروندی پرایم چالش قصد داره از کمک من و شما برای پر کردن این فاصله ها استفاده کنه. هدف بازی پیدا کردن اعداد اول گم شده است. به عبارت دیگه اون اعداد اولی که تا حالا کشف نشدن. این بازی نشون میده چه خلای بزرگی بین اعداد اول کشف شده وجود داره. بعد از ثبت نام توانایی های کامپیوتری شما در کلاود قید میشه. هدف این پروژه شکستن رکورد عدد 17 میلیون رقمی نیست. فقط قصد داره فاصله های بین عدد های شناخته شده رو پر کنه و به بالا بردن علاقه کاربرا به رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات کمک کنه. Five, four, three,
اگر کلی عکس چاپ شده قدیمی دارید که دلتون میخواد دیجیتالیشون کنید، اپ‌های زیادی هستن که میتونید برای این کار ازشون استفاده کنید. برای مثال پیکسکنر، یه اپ iOS که میتونه توی صرفه‌جویی در وقت کمک کنه. اپ 4 تا عکس رو همزمان اسکن به طور خودکار کراپ و ذخیره میکنه. اپلیکیشن ابزارهای خوبی برای ویرایش عکس و اضافه کردن یادداشت و تگ داره که گزینه‌های مناسبی برای استفاده توی عکس‌های قدیمی هستن. خود اپ عکس‌ها رو اتوماتیک کراپ می‌کنه و زاویه عکس رو تنظیم می‌کنه. از امکانات دیگه اپ اینه که میتونید اسکن‌ها رو مستقیم به گوگل پلاس، دراپ باکس و آی‌کلاود بفرستید یا در فیسبوک و توییتر به اشتراک بذارید. نسخه مجانیش بهتون اجازه میده 10 سری عکس 4 تایی اسکن کنید و تا 3 سری از اونا رو هم به اشتراک بذارید. ولی بعدش باید نسخه بالاترش رو بخرید که حدود $3 هزینه شه و محدودیتی برای تعداد عکس های اسکن شده نداره. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. اما بریم سراغ گیم ها. کی میشه گفت که یه گیم واقعا گیم نیست؟ وقتی که پای بازی استنلی پارابل میاد وسط. یه بازی ویدیویی که هم سرگرم کننده است و هم فکر آدم رو به کار میگیره. توی این بازی شما نقش استنلی رو بازی میکنید که به کارمند شماره 427 معروفه و میرید دنبال همکارای گم شدتون. از اونجایی که انتخاب توی بازی نقشی نداره، بیشتر حس داستان تخیلی تعاملی رو به آدم میده تا یه گیم. سازندش اون رو به عنوان یه بازی اکتشافی شخص مفردی توصیف میکنه که البته ترجمه فارسیش یکم عجیب به گوش میرسه. شما هر چی دوست دارید اسمشو بذارید، دستتون کاملا بازه. بازی میبرتتون به یه دنیای عجیب و سرگرم کننده. دمو یا پیشنماش برای PC مجانی در دست رسه. امکانات بیشتری هم داره که باید براشون کمی هزینه کنید. و فصل سفر برای ایرانیا سر رسیده. اگر اهل سفر به کویر هستید، وبسایت irandeserts.com به معرفی کویرها و بیابانهای ایران، حیات وحش و پوشش جانوری و گیاهی ایران، آثار طبیعی کشور، نکات فنی و ایمنی در سفرهای طبیعت‌گردی، جهتیابی، معرفی شهرها، روستاها و فرهنگ و تاریخ کشور پرداخته. خوندن سایت خودش یه سفر مجازی به این کویرهای زیباست. In at number 10, we've got the smallest roadworthy car. و در ویدیو این هفته که از کانال یوتیوب گینس ورلد رکورد گرفته شده، میتونید خلاصه ای از رکوردهای جهانی در زمینه‌های مختلف رو ببینید. Here's one for the cat lovers. The longest fur on a cat is 22.87 centimeters, which is 9 inches, and belongs to Colonel Meow, owned by Anne-Marie Avey of the USA. ممنون بیتا. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، یه چیز دیگه مونده که بد نیست با هم ببینیم. این ویدیو جالب توجه از یک تکنیک به نسبت ساده برای به تصویر کشیدن الگوی پرواز پرندگان استفاده میکنه. به عقیده خالق این تصاویر، مشاهده این ویدیوها علاوه بر زیبایی بصری میتونه به دانشمندان هم در شناخت بهتر رفتار جانوران کمک کنه. داشتم با ماشینم از کنار یه قنادی رد میشدم که یه دسته پرنده رو روی سیمهای برق دیدم. بیرون اومدم و دوربینم رو درآوردم و فیلم گرفتم. بعدش برگشتم خونه و پردازش خودم رو روی تصاویر انجام دادم و از نتیجهش واقعا شگفت زده شدم. من با کسانی که کارشون مطالعه رفتار پرنده هاست در تماس بودم. الان درگیر صحبت هایی درباره پرواز پرندگان، روش های ارتباطیشون و چرایی و چگونگی فرم های پروازیشون هستم. کاری که من انجام میدم اینه که 2 ثانیه از زمان ویدیو رو بر میدارم و همه فریم های اون 2 ثانیه رو داخل 1 فریم قرار میدم و به همین ترتیب این کار رو واسه 2 ثانیه بعدی تکرار میکنم. اینکه ذهنتون رو درگیر تماشای این تصویر کنین واقعا مجذوب کننده است.
رندر کردن یک دقیقه از هر ویدیو یک ساعت زمان میبره و پروفسور هلینسکی تا همین الان هم تصاویر جانوران زیادی رو به این فرم به تصویر کشیده. البته اگه نظر من رو بخواید باید بگم که بار هنری این اثر واسم نمود بیشتری داره. جالب بود نه؟ شما اگه چیز جالبی پیدا کردید میتونید برامون ایمیلش کنید با آدرس persianclick@bbc.co.uk. نظرها و پیشنهاداتون هم میتونید به همین ایمیل بفرستید یا اینکه میتونید توییت کنید با یک @persianclick تا به دست ما برسه. صفحه فیسبوک ما هم هست facebook.com/persianclick. تکرار این برنامه میتونید تو وبسایت ما ببینید، نشونش هست bbcpersian.com/click. ممنون از همراهیتون، تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.